اتفاقا همچون گفتید یه نکته مهم اینه که اینا در بستر زمان صورت میگیره و این نگرش همیشه در کنار نگاه منفی مثبت یا این کار رو پذیرش نسبت به من، همیشه نگاه منفی یا مثبتی نسبت به زمان هم که معمولا منفی دیده میشه دست. که زمان دشمن شادی های انسان، همه چی از دست میده. حالا فلاسفه به شکل مختلف راجع به موضوع صحبت کرد. من شخصا فکر میکنم که اولا تمام خوشی ها و شادکامی ها هم خب در بستر زمان انجام میگیره. بالاخره یه بچه بزرگ میشه، دستاوردهایی پیدا میکنه، پدری داره، مادری داره، و همه چی در زمان اتفاق میفته دیگه. بد و خوبش در زمانه. پس اگه ما همه چیز رو گردن زمان بندازیم، بگیم زمان مثل صیادی مثلا ایستاده که تمام لحظه های زندگی ما رو شکار کنه و این زندگی رو از معنا تهی کنه، من خودم شخصا فکر میکنم تصور درستی باشه. حتی بالاخره مرگ هم اگر پیش بیاد، به خاطر اینکه به هر حال این داستان مغایر با پذیرش مرگ هم هست. پس این که میفرمایید در بستر زمان انجام میگیره درسته، و این حالت منفی که وجود داره متاسفانه بیشتر شاید به همین مسئله انکار مرگ، به نپرداختن به مرگ و این چیزا. اما یه نکته دیگری که وجود داره اینه که قرار نیستش که حالا تمام معانی که زندگی داره و مفاهیمی که زندگی داره با مرگ تعریف بشه. نه، زندگی هم خودش یه محتوایی داره، بسیاری چیزهای دیگه در زندگی اتفاق میفته که بهش ارزش میده، محتوا میده، و اون هم میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. خیلی چیزا اونجاست که معنی رو به زندگی میده. پس قرار نیستش که حالا ما بگیم بحث میکنیم که میگن که تمام معانی، نه، خیلی چیزا در زندگی میتونه اتفاق بیفته که ربط مستقیمی به مرگ نداشته باشه. شادکامی ها، دستاورد ها، پیشرفت ها، خلاقیت ها، اعمال خوب یا هر چیزی که میتونه از ارزشی مثبت، خب اینا در زندگی انجام میگیره، این معنی رو به زندگی میده. بحث ما این هستش که ما اگر مرگ رو با این واقعیت میپذیریم، اگر نگاه منفی داشته باشیم، اون رو با مهابت و ترسناکی خوفناکی ببینیم، اندازه این ترس بیش از حد بشه که ما رو از گام برداشتن در مسیر مثبت در زندگی برای تحقق اون دستاوردها و به دست آوردن اهدافمون در زندگی باز بداره، خب چی؟ اون وقت که مرگ، این طرف هم زندگی مسخ شده، از بین رفته. پس اینطور نیست. اشاره کردید به اسکندر و تمنای جاودانگی. حالا شما فرض فرمایید یه زندگی اگه معنا نداشته باشه، حالا جاودانه بشه، خب بیمعنایی، بیمعناییست که داره جاودانگی میشه، اینجا حسنی داره. بنابراین ما معنای زندگیمونو از منابع مختلفی میتونیم بگیریم. گفته میشه در مرگ شناسی، فلاسفه و غیره میگن که بله، شما یک دشمن اینجا هست که اینو داره، دشمن حالا یا هرچی، یک واقعیتی وجود داره که این به خاطر ترس از مرگ، به خاطر از انکار مرگ، ممکنه همه این چیزا مثبت رو هم از بین ببره. این فرصت نباید داده بشه. پس بنابراین معنای زندگی بخشش از اینجا میاد، بخشش از جای دیگه میاد. اونجا هستش که یکی از عواملی که کمک، فقط هم این نیست، بالاخره آدم ها باید دنیا رو بشناسن، زندگی رو بشناسن، آرایه های نظر ما، آرایه های دفاعی روانی که میتونه بهشون کمک بکنه که زندگی سالمی داشته باشن، زندگی سازندهی داشته باشن، انتباقی باشه، که این زندگی توأم با شادکامی باشه، اون هجوم حسای منفی درش کم باشه، توانای شناختی و ذهنیش رو به بهترین نحو به منصه ظهور برسونن، زندگی جسمانی سالم، زندگی معنوی خوب، زندگی اجتماعی داشته باشن. اینا همش که در ارتباط با مرگ نباید تعریف بشه. پس این معنا اگر وجود داشته باشه، حالا اون پذیرش مرگم حاصل بشه در این گنجینه رفتاری و در این مجموعه معنایی درج بشه، حتما همه چی خیلی بهتر میشه. حالا قرار نیست که این، اگر قرار مرگ اتفاق بیفته، این مجموعه باعث بشه که ما بگیم مرگ شیرینه یا ممکنه که خیلی خوشایند باشه، نه، ولی از این مهابت و ترسناکیش کاسته بشه. و اتفاقا بر اساس این چیزی که اینها میگن، خب این دوره زندگی دیگه یک زندگی تحریف شده ای نباشه. بعد عرض کنم که خب حالا فلاسفه به شکل مختلف موضوع نگاه میکنن، بعضی نگاه بدبینانه دارن، نگاه ناامیدانه دارن،
هنرمندان هم همینطور. بعضی از هنرمندان نهیلیست، شاید مرگ رو تقدیس هم بکنن، شکلی از آزادی ببینن و غیره. بنابراین برداشت از این داستان ها یا از این کانسپت ها، مفاهیم یا تعابیر متفاوت هست. در مورد همون سیزیف هم تا اونجا که برداشت من هست که خود کامو اشاره میکنه، البته شما در مورد جاودانه بالفرصت جاودانه گفتید، او تا اونجا که من استنباط میکنم میگه به هر حال این اراده رو میکنه که زندگی بکنه و این کار رو بکنه، علی رغم پوچی و بی‌معناییش این کار رو انجام بده، برای اینکه این اراده است که او داره میکنه. ولی به این بستگی داره چه کسی چطوری نگاه بکنه. من اشاره کردم که به هر حال بیشتر فلاسفه‌ای که با نگاهی که مرگ در مقابل زندگی در تقابل قرار نمیدن، اونها به نظر من روش انتباقی تر و سازنده تری رو با توجه به زندگی که آدم داره در مقابل او قرار میده. در مورد این اراده به معنایی که فرمودید، خب خودتون بهتر میدونید که این مسئله در اگزیستانسیالیسم مطرح شده، در روانشناسی، روانشناسی هم به صورت روانشناسی وجودی میاد و محور اصلا نگاه به آدم و محور حتی درمان صورت میگه. هرچند که بعضی معتقدن روش درمانی ممکنه زیاد مؤثر نباشه، در اونجا اتفاقا خود اون فناپذیری انسان عامل با معنا شمردن زندگی محسوب میشه و بحث اینه که حتی با شکل بدبینانش اگر زندگی همش رنج بردنه، این رنج باید معنایی پیدا بکنه و مرگ هم به سررنج دیگری باید معنایی پیدا کنه. این در اونجا معنا بخشیدن حتی به مرگ است. یعنی یک بازی متقابلی است که این طرف مرگ و فناپذیری است که داره به زندگی معنایی بخشه و از طرف دیگه این زنده بودن اگر رنج بردن است، در هر رنج معنایی یافتن است و اصطلاح مرگ با وقار یا مرگ با دیگنیتی که در مرگ شناسی هم مطرح هستش از همین جا ایجاد میشه که حتی در اون رنج، یعنی در بدترین رنج که میتونه مرگ باشه، آدم باید سعی کنه از این لحظه و از این مرگ هم یک معنایی رو پیدا بکنه و درش یک معنایی پیدا کنه. اون اراده معطوف به معنا که میفرمایی به این شکل در اینجا تئوریزه میشه و البته حالا در ادامهش هم تو که میدونید از امور غایی صحبت میکنن، از آزادی و انزوا و چیزای دیگه. بنابراین یه مقدار خب بالاخره در نهالهای مختلف فکری و فلسفی برداشت های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. استنباط شخصی من این استش که به حال زندگی شخصی و تجارب زندگی خود فیلسوفا هم در این جور برداشت ها و در این جور ابراز نظرها تأثیر گذاره. اگر فیلسوفی زندگی شخصیش تو هم با ناکامی و بدبینی و درد و رنج نباشه، خب میتونه اینطوری باشه. در هنرمندان شما میبینید یه هنرمندی مثل میکلانج با این حجم شاهکارهایی که ایجاد کرده، اصولا نگاه بدبینانه، حتی پارانوئی و یک حالت روان رنجورانه، حتی خودآزارانه روابط مختل داره، ولی یک آدمی مثل رافائل یه زندگی شادکامانه، خیلی با بهکامی و خیلی با آرامش بیشتر با روابط تو هم و خودش هم بیشتر از زندگی لذت بره. شاید این یه مقداری به این زندگی شخصی هم مربوط هست.